تولد، کیک و ساز و مهمانی. اما نه مثل سالای پیش در خونه، سرشار از شادی و خنده. این بار جایی دورتر از شهر، پر از درد و بغض و فریاد. فریاد از جدایی آغوش گرمی که دیگه هیچ وقت تکرار نمیشه. این بار برخلاف سالای پیش، پدر و مادر هیچ کدوم از کشته شده های آبان سیاه 98 خونش رو برای مهمانی زادروز عزیزش آماده نکرد، چون مهمان بودن، مهمان آخرین خونه فرزندشون. دقیقا یک ماه قبل از تولد 20 سالگیش کشته شد. همیشه میگفت مامان دلم میخواد تولد 20 سالگیم خیلی خاص باشه، ولی ما تولد 20 سالگی رضا رو سر خاکش گرفتیم. برادرایی که برای تولد برادر کوچکتر آواز میخوندن از ته دل، اما نه با شادی که با درد، درد رفتن یار و همبازی سالهای کودکی. مادرایی که امسال ماشیناشون رو گل زدن و روبان چسبوندن تا شاید کمی از درد آرزوی برباد رفته داماد شدن پسراشون در قلبشون کم بشه. پسرم خیلی آرزو داشت. مادرایی که کنار مزار جوون پرپر شده شون در روز تولدش هلهله کردن، چون اون هیچ وقت رخت دامادی به تن نخواهد کرد. جوونایی که قرمز یا آبی هر سال منتظر اومدن روز دربی بودن، اما امسال دربی بدون اونها چه غمگین برگزار شد. یا بچه هایی که هنوز چشم انتظارن تا شاید در باز بشه و یه بار دیگه حتی برای آخرین بار پدر و مادرشون رو ببینن. اونایی که سرشار از شادی و رقص و آواز بودن، دیگه هرگز کسی نشون از شادیشون نخواهد داد. دختر و پسر، زن و مردایی که یه روز پاییزی برای اعتراض ساده یه حق شهروندی به خیابون اومدن و هیچ وقت به خونه بر نگشتن. اونایی که برای خانواده خیلی هاشون دیدن چهرهشون قبل از دفن هم به آرزوی بدل شد دست نیافتنی. لعنت به جبهای بعد از تو. زیر پوست شهر اما صدای تپش قلب بیقرار همشون رو به راحتی میشه شنید. رویش سبز مام ایران، ریسمان.